خب به ذات هشم نسته به نسلیخ تناسوانان و موشه مراشان قهیدت یعقوب. ادامه یه قوانین مقصه، نوع دیگه یه مقصهی که بر ما تو شبات ممنوعی که اونا بیایم جا به جا کنیم، مقصه بکلیش منختول ایسور، یعنی مقصهیه که وسیله که کار کردن با اون تو شبات آسوره. ببینید وسیله که کار کردن با اون تو شبات ممنوع باشه، ما تو شبات نمیتونیم بیایم و اونا جا به جا بکنیم. پس توضیح مخصه بخنیش منختول ایسور یعنی وسیله که کار کردن با اون آسوره که کارهای آسور را ما بیایم و به اون انجام بدیم. این وسیله را ما میتونیم برای احتیاج مکانش یا احتیاج خودش جا به جا بکنیم. به عنوان مثال، مثلا مخصه بخنیش منختول ایسور، فرض کنید که روی صندلیه، ما میخواییم رو اون صندلیه بشینیم، میتونیم مخصه شمنخت و لیسو را برداریم که رو صندلیه بشینیم. یا فرض کنید رو میز، ما میخواییم رو میز بیام یه سفره بندازیم، مخصه شمنخت و لیسو رو میزه، میتونیم برش داریم ببریم سر جاش بذاریم که از میزه استفاده کنیم. یا اینکه فرض کنید میخواییم ازش استفاده کنیم. به عنوان مثال حالا بیایم توضیح بدیم مثلا مخصه شمنخت و لیسور مثل چه چیزایی. مثلا چکش، چکش استفاده کردن از اون آسوره تو شبات، درسته؟ چرا؟ چون کار آسور باش انجام میشه، باش میان مثلا میخ میکوبن، به میگن شمنخت و لیسور. ولی چکش اگه میخواییم باش بیایم و نارگیل بشکنیم تو شبات مجازه، به میگن سرخ گوفو. پس استفاده کردن از مخصه شمنخت و لیسور برای احتیاج گوفش، یعنی خود چکشه را احتیاج داریم، یا برای مکانش، مثلا اون چکشه روی صندلی قرار داره، میتونیم اونا برداریم و به این شکل ممنوعیتی نداره. حالا جالب اینجاست که حتی میتونیم برداریم بریم سر جاش بذاریم، یعنی لازمی همینجور مثلا برش داریم بعد از اینکه از اون مکان رفیه از دستمون ولش کنیم، تا زمانی که تو دستمونه هر جایی خواستیم میتونیم بیایم و اونا قرار بدیم، درست؟ قابلمه، قابلمه ای که باش پخته میشه، چون شملخت و لیسوره قابلمه خالی که برای پخت و پز استفاده میشه، این تو شبات مخصه شملخت و لیسوره. ولی این قابلمه را اگه ما میخواییم داخلش مثلا میوه بذاریم، داخلش میخواییم غذا بذاریم، دیگه جزو مخصه شملخت و لیسور قرار نمیگیره. مورد دیگه، خب مثال های کلیش منخت و لیسور، مثلا کرایم شل گاز، اجاق گاز، اجاق گاز این مخصه است، مخصهش منخت و لیسور. مورشت سویا، یعنی اون بروسی که باش رنگ میکنن، مخصهش منخت و لیسوره دیگه، چون با اون رنگ میکنن، کار آسور میکنن، درست؟ مایتابهی که خالیه و استفاده نمیشه، مخصهش منخت و لیسوره دیگه، چون برای پختن استفاده میشه. سوزن، مخصهش منخت و لیسوره، سوزن باش کار آسور یعنی دختن انجام میشه تو شبات، پس سوزن هم جزش منخت و لیسوره. پاکون، پاکون هم شمنخت و لیسوره، مخصهش منخت و لیسوره. باتری، مخصهش منخت و لیسوره. میخ، قیچی، تبر، اره، کاغذ کپی، این کاغذ ها را دیدید که میذاریم مثلا میخوام یه نوشته یا بنویسیم، میذاریم زیر کاغذ که چاپ بکنه اون زیر همون چیزا که مینویسیم، اینا هم تو شبات مخصه شمرخت و لیسوره. اسلحه، خطکش، خودکار، مداد، انبردست، اینا همه جزء مخصه شمرخت و لیسوره. شفار، سیخ کبابی، تنور پخت و پز، اینا همه شامل مخصه شمنخت و لیسوره، چون کار کردن با اینا تو شبات آسوره. ولی گفتیم برای احتیاج مکانشون یا برای احتیاج خودشون میتونیم جا به جاشون کنیم. مثلا فرض کنید یه خودکار رو مبل، شما میخواید رو مبل بشینید، میتونید خودکار را بردارید برید سر جاش بذارید که روی مبل بشینید، این مانعی نداره. یا به عنوان مثال ها رو گفتیم، مثلا یه پتکی یا چکشی بیاره که باش گردو بشکنه، این مجازه تو شباز، با وجود اینکه چکش مخصه است ولی برای سرخ گوفو احتیاج خودش میتونیم بیایم این کارا انجام بدیم. یا اره مخصه است، فرض کنید ما انجیر خشک داریم، میخوایم این انجیر خشکا رو بیایم تو آفتاب گذاشتیم که مثلا سفت بشه،
حالا میخوایم اینا رو استفاده کنیم، میایم با اره ببریمشون، خیلی سفته دیگه، حالا با یه چاقوی تیز برنده ببریم، چاقو قصابی، این مجازه دیگه. چرا؟ چون احتیاج گوفشه، چاقو قصابی ها برای احتیاج گوفش میتونیم بیایم و جا به جا بکنیم. چوب کبریت، چوب کبریت وقتی که هنو استفاده نشده نوعه، مخصش ملختول ایسوره. چرا؟ چون کار کردن با اون آسونه دیگه، آتیش باش روشن میکنیم. بنابراین اگه مثلا یکی چوب کبریت ها خواست بیاد باش خلال دندون درست کنه مجازه، ولی با دست بشکنه با مثلا به عنوان خلال دندون استفاده کنه، این مانعی نداره، چون مخصش ملختول ایسوره دیگه، برای احتیاج گوفش میتونه بیاد از اون استفاده بکنه. دفترچه تلفن تو شبات مخصه است، جزء کلیش ملختول ایسوره، پس نمیشه جا به جاش کرد. البته بعضیا مجاز میکنن که از روش ببینه اگه میخواد اسمی ها پیدا بکنه. بعضی عقیده دارن چیزایی که از اصل قانون مجازه ولی خخامیم سخت گرفتن یا جنبه یه سخت گیری داره، میشه تو شبات جا به جاش کنیم. مثلا دوچرخه، دوچرخه سوار شدن تو شبات، اگه یادتون باشه ما گفتیم ممنوعیتش از ربانانه و خمراست که خخامیم سخت گرفتن، درسته؟ با این وجود جا به جا کردن دوچرخه مجاز نیست، یعنی مثلا نمیتونید شما دوچرختون ها از آفتاب بیارید تو سایه. البته بعضی ها مجاز میکنن ولی ویش مخمینیم بازه، ما تا جایی که بتونیم سخت میگیریم. بنابراین دوچرخه هم تو شباز مخصص و نمیتونیم جا به جاش بکنیم. چتر هم تو شبات مخصص، چتر اصلا استفاده از چتر مخصص دیگه، نمیشه استفاده کرد دیگه، بنابراین چتر هم تو شبات مخصص. خب ببینید به 8 طریقه که ما مجازیم مخصه شملخت و لیسو رو جا به جاش کنیم. به 8 طریق جا به جا کردن مخصه شملخت و لیسو، حتی از آفتاب بیاریمش تو سایه مجازه. حالا این 8 طریق به چه شکله؟ 1. وقتی که برداشتیم برای احتیاج مکانش یا گوفش، وقتی تو دستمونه هر جایی خواسته میتونیم بذاریم. 2. جا به جاش کنیم توسط کلک. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید یه چکشی رو مبله، حالا ما مبله رو هم نمیخوایم، خب ولی با این وجود حالا این چکش اینجاست، میتونیم به بهونه اینکه میخوایم رو مبله بشینیم چکش رو ببریم سر جاش بذاریم، بعد بیایم رو مبله بشینیم، با وجود اینکه واقعا 100% هدفمون نبوده که بیایم بشینیم. 3. مورد مخصش ملخت و لیسورا میشه کلخریات جا به جا کرد، که واضح همه مخصه ها رو تقریبا میشه که نخریات جا به جا کرد. 4. این شکلی که میشه جا به جاش کرد تیلتول مین حسده، یعنی توسط یه شیء دیگه جا به جاش کنیم. مثلا اگه خودکار ها شما میتونید با یه چاقو بزنید بهش اون ور پرتش کنید. 5. مورد میشه مخصش ملخت و لیسورا با فوت کردن جا به جاش کرد. مثلا یه خودکار فرض کنید رو میزه یه فوتش کنید بیفته، واضحه که مجازه. 6. مورد این که میتونید یه چیز مجاز روش بذارید که توسط این بیاید اونا جا به جاش کنید. مثلا فرض کنید یه خودکاره روش یه نون بذارید برش دارید، اینم واضحه که میشه. 7. شکلی که میتونیم مخصش ملخت و لیسورا جا به جاش کنیم توسط گویه. تقریبا همه یه مخصه ها را اگه لازم باشه ما میتونیم توسط گوی جا به جاش کنیم، به شرط اینکه احتیاج باشه. یه مورد دیگه این که 8 مورد که میتونیم مخصش ملخت و لیسورا جا به جاش کنیم اینه که الان تو آفتابه یا زیر بارونه، ما میترسیم خراب شه یا ممکنه بدوزندش، بنابراین مخصوصا برش داریم بیاریم یه استفاده ای ازش کنیم که به این بهونه از تو آفتاب آورده باشیمش تو سایه، یا مثلا جایی بوده که میدوزندش از اونجا آورده باشیم تو و ازش استفاده ای بکنیم. بریم ادامه. ما گفتیم مخصه شملخت و لیسورا میتونیم برداریم هر جایی خواستیم بذاریم. خب وقتی تو دستمونه، اینا چند بار سوالا گفتیم، لازمی همون موقع از دستمون ول بکنیم. سوالی هست؟ بفرمایید. سلام. بله، مثلا اینکه گفتید که میترسیم به دوستن، خب دو مثلا دو چرخه که مخصیصا بیارا تو آفتابه ما میخواییم بیاریمش دوستایی یا میترسیم به دوستن، چه استفاده مثلا میشه ازش تباد کرد؟ بعضی ها میگن چون از جنب سختگیری دوچرخه میشه از تو آفتاب بیاریمش تو سایه، ولی بعضی ها سخت میگیرن.
در هر صورت کسی که سبک بگیره چیزی داره برش تکیه بکنه، ولی ترجیحاً کیلخریاد، ترجیحاً کیلخریاد این کارو بکنه، یعنی مثلا با پاش یا با آرنج دست چپش دو چرخه را ببره اونور، این ترجیحاً بهتره. پس جا به جا کردن دو چرخه مخلوقته، بهتره سخت بگیریم. بهترین حالت حالا کسی هم که سبک بگیره مستقیم از سایه ببره تو، از آفتاب ببره تو سایه، اوکیه، به شرط اینکه تو خونه باشه تو حیات، ولی کیلخریاد ببره بهتره. درست؟ زنده باشید. خب سوالی نیست. سوزن گفتیم تو شبات مخصص، درسته؟ ولی سوزن قفلی اوکیه. سوزن قفلی ها مثلا شما به لباستون میخواید بزنید حتی بیرونم بیاید، به شرط اینکه مثلا لباستون پاره شده یا دگمش افتاده میخواد سوزن قفلی بزنید، این مجازه، هم رونق نم نیست. ولی سوزن خیاطی ها، سوزن ترگردا، سوزن اینا رو نباید تو شبات استفاده کرد و اینا اصلا مخصن، مخصش ملختون ایسود، مگر اینکه سوزنه که احتیاج داشت، مثلا سوزنه را تو دستش یه خاری رفته میخواد در بیاره، این تو شبات مخصه نیست. چرا؟ چون سرخ گوفای دیگه، برای احتیاج گوفش میاد و اون سوزن رو جابجا میکنه که این خار رو از تو دستش بیرون بیاره، این مجازه. تا جایی که سعی میکنه مواظب باشه خون نیاد، حالا اگه خونم اومد ایسوری انجام نداده، درسته؟ خب اولار نمیدونم فارسی شد چی بگیم. ببینید یه همه کارا رو دیدید که هم قیچی داره، هم ناخونگیر داره، هم چاقو داره، هم چی بهش میگن اینا رو؟ ابریش میشه اولار. اینا که همه کار است، قیچی داره، توی جا کلیدی همه اینا با هم هست. خب حالا نمیدونم فارسی شد چی میگیم. فرض کنید خب ناخونگیر که مخصص، قیچی هم مخصص، حالا این چاقوش احتیاج داره، میاد این اولاره را برمیداره که چاقو را استفاده کنه، با وجود این که اونا هم روشن، این مانعی نداره. پنکه ای که روشنه تو شعبات میشه جا به جا کرد یا نه؟ پنکه هم مخصش منختونه ای سوره دیگه، میشه تو شعبات برای احتیاج مکانش بیاییم و اونا جا به جا بکنیم. مثلا فرض کنید گرمه، جا به جاش کنیم وقتی روشنه، وقتی گرمه بیایم جا به جاش کنیم که بیاریمش مثلا به اون طرف، درست؟ این از اصل قانون مجازه، بهتره که در خریاد باشه، ولی از اصل قانون مجازه به خاطر اینکه برای سرخ گوفو داریم ازش استفاده میکنیم، درسته؟ اما باید دقت داشت که سیمش اینقدر بلند باشه که وقتی جا به جاش میکنیم اون سیمش یا از تو برق در نیاد و به این شکل خاموش بشه. بله دقیقا مثل اینی که فرستادید. حالا نمیدونم به این چی میگم، به این میگن اولار. اولار هم چاقو داره، هم چکش داره، هم باز کردن بطری داره، اینا میشه تو شبات اینا جابجاش کنیم، جنبه مخصه نداره. چراغ مطالعه مخصه است تو شبات، نمیشه جابجاش کنیم، حتی برای سرخ گوفو یا میقومو نباید جابجاش بکنیم، چون که باسیس لداوار حاصل شده که حالا در ادامه توضیح میدیم. پس چراغ مطالعه مخصص، فقط کیلخریاد میشه جابجاش کرد. سمعک برای کسایی که استفاده میکنن خب واضحه که مجازه تو شبات، حتی جنبه حمل و نقل هم نداره، فقط باید دقت کنن که قبل از شبات روشنش کنن، این سمعک رو قبل شبات روشن میذارن تا شب یک شبات. بله اضافه کردن آب تو شبات برای احتیاج بیمار به بخور آب سرد مجازه. پس اگه شخص بیماره و میخواییم به بخور آب سرد آب اضافه کنیم، در شبات مجازه و مانعی نداره. تفیلین روش مخلوقته. تفیلین اختلاف نظره که آیا جزش مخصش منخت و لیسور قرار میگیره یا نه. بعضی ها میگن بله آقا مخصش منخت و لیسوره چون نمیتونیم تو شبات قرار بدیم، ولی بعضی ها عقیده دارن میگن آقا چون که تفیلین میتونیم ازش بیایم یاد بگیریم، خیلی مواردا مثلا میتونیم همین تسمشا که ببینیم، باطیمشا ببینیم، میتونیم ازش چیز یاد بگیریم، بنابراین مخصه نیست. خب در هر صورت صحیحه که سخت بگیریم تفیلین مخصه است، مگر اینکه اگه جایی باشه که مثلا اون جای را لازم داریم، خب یا یعنی اینکه فرض کنید جایی تفیلین که الان خطریه که بیفته، در این حالت ها میشه تفیلینا جابجاش بکنیم. یا به عنوان مثال مثلا ممکنه جایی باشه که بهش خاری وارد بشه، کابودش نیست، یا فرض کنید سیسیتمون کنارش، میخوایم سیسیتمون رو برداریم، در این حالت ها میتونیم تکیه کنیم به نظریه که میگه تفیلین مخصه نیست و میتونیم برای
احتیاج بیان و اونا جابجاش بکنیم. پس تفیلینا ترجیحاً جابجا نمی‌کنیم. مگر زمانی که مجبور شدیم، مثلا ممکنه بیفته یا جاش بده، یا فرض کنید تفیلین تو آفتابه، الان تو آفتابه ممکنه خراب شه. آخه تفیلین وقتی تو آفتاب باشه این خطرناکه دیگه، ممکنه خراب بشه، ممکنه توسط گرما ریختگی پیدا بکنه، یا فرض کنید چجوری، یا مثلا جایی که رطوبت خیلی باشه، یا جایی که مثلا آب ریخته، الان روش آب ریخت، اگه تفیلینه رو برنداریم آب میده داخل تفیلینه خرابش میکنه. اینا همه خطریه دیگه. در این حالت ها میتونیم تفیلینا جابجا کنیم، یا سیسیتمون رو میخوایم برداریم مثلا کنارش، در این حالت ها میشه به این شکل بیاریم و سبک بگیریم. درسته؟ خب تفیلینا یک کم بریم بحث آزاد. تفیلین چند سال یک بار باید بدیقا بشه؟ ببینید اگه تفیلین واقعا جایی نگهداری میشه که نه گرمای زیاده، نه مثلا طرف خیلی عرق نمیکنه که تفیلین را آسیب برسونه، یا رطوبت زیاد نیست، تفیلین را معمولا 50 سال یک بار بدیقا میکنن. خب اما بازم امروزه توصیه میشه هر 3 سال و نیم یک بار تفیلین را بدیقا کنن. توصیه اینه که تفیلین هر 3 سال و نیم یک بار بدیقا بشه، چون خیلی موقع ممکنه آسیب ببینه و متوجه نیستیم، یا تو گرما بوده. مخصوصا تو ماشین وقتی تفیلینا میذاریم، تابستونا دیدید تو ماشین چقدر گرم میشه وقتی شیشه بالا باشه. خب بنابراین خیلی میتونه تفیلین آسیب پذیر باشه. تا جایی که امکانش هست 3 سال و نیم یک بار تفیلینا بدیقا بکنیم. البته میدد خسیدوت سالی یک بار بدیقا میکنن. خسیدیم سالی یک بار این تفیلینا میان و بدیقا میکنن، که این خیلی عالیه. ولی از اصل قانون گفتم خدمتتون 50 سال یک بار، مگر اگه شرایطش جوره سعی کنید 3 سال و نیم یک بار بدید بدیقا بکنید. خب البته باید مطمئن باشیم که از سفره خدا ترس تفیلینا گرفتیم. خیلی تفیلینا هست، حالا شاید ممکنه بعضیا ناراحت بشن اینا بگیم. ببینید بعضی تفیلینا هست که قیمتش مناسبه، قیمتش پایینه، خب ولی 100 درصد نمیشه مطمئن بود اینا کاشرن. برای این تفیلینا که مثلا قیمت خیلی ارزون میفروشن حتما بدید قبلش بدیقا، حتما قبل از استفاده اینا رو باید بدیقا بکنن، چون خیلی ممکنه میخشولا در اون باشه. مثلا خیلی از دوستا من بودن تفیلینا حتی گرون قیمت خریدن، از خارج براشون فرستادن، ولی بعد از اینکه تفیلینا رو باز کردن دیدن اصلا تفیلینا هیچی توش نیست. پس مهمه که حتما تفیلینا ترجیحاً بدیقا بکنیم، مخصوصا کسایی که تا حالا بدیقا نکردن حتما بدیقا بشه. اگه تفیلین از دست کسی افتاد، اگه تو جعبه باشه صداقا میده، اگه تو جعبش بوده، توی کیفش بوده، توی کیسه تفیلین بوده صداقا بده کافیه. صداقا بده به چه اندازه؟ به اندازه اینکه دو تا سعودا به یه فرد نیازمند داده بشه. مثلا فرض کنید خود آدم چی غذا میخوره؟ دو تا سعودا روزانه میخوره دیگه. خب بر طبق همون غذایی که خودش میخوره به اندازه پولش به یه نیازمند اسرائیل باید بده. به عنوان مثال مثلا فرض کنید به اندازه پول دو پرس کباب. خب حالا اگه یکی وضع مالیش یکم ضعیف‌تره به اندازه مثلا دو تا تخم مرغ و دو تا نون، اون مبلغش رو به صداقا بده. خب ولی اگه کسی مستقیم تفیلین از دستش افتاد، اگه کسی مستقیم تفیلین از دستش افتاد، حتی 8 سانتی متر بود، اگه مستقیم تفیلین افتاده باید تعنیت بگیره، باید تعنیت بگیره. ولی اگه کسی تعنیت خواهمه و تعنیت گرفتن باعث میشه که از آموزش تراش کم بشه، مثلا خیلی حساسه، اگه تعنیت بگیره نمیتونه چیز بخونه، مثلا من اگه تعنیت بگیرم مثلا هیچی نمیتونم بخونم. خب در این حالت هست تعنیت گرفتن معافه و همون صداقا را به اندازه دو تا سعودا به فرد نیازمند میده. درسته؟ خب سوالی هست بفرمایید آقای اسحاق. ببین ایلا چراغ مطالعه را من متوجه نشدم، ما فقط خسرون کیسا سرخ مقامو بکنیم شد جا به جا کنیم، الان درسته کار باش من روی اما سرش که نمی ترسیم. نه شملخت و لیسوره، نه اشتباه نکنید، ما فقط شملخت و لیسورا برای همین اصلا سوال را پرسیدم، چون باسیس شده، باسیسه. وقتی پایه برای چیز آسور شده باشه، الان پایه شده دیگه، الان این چراغه این لامپه مخصه است، این لامپه مخصه است و این چراغ مطالعه باسیس شده، پایه شده برای چیز مخصه، در نتیجه مخصه است، نمیشه جابجاش کرد. درسته؟ مرسی، زنده باشید. خب پاراشه های تفیلین مخصه نیست،
مثل مزوزا که اینم قبلا هم گفتیم، به خاطر اینکه میتونیم از پاراشه های تفیلین یا خود مزوزا بیایم و چیز یاد بگیریم. نردبون تو شبات، نردبونی که تو خونه استفاده میشه، تو اتاق استفاده میشه، مخصه نیست. مثلا دیدید یه نردبونای هست مثلا میخوایم بریم کشوی بالا فلان چیزا بیاریم، این نردبونا مخصه نیست. ولی نردبونایی که برای ساخت و ساز و بنایی حساب استفاده میشه، اینا مخصه، مخصه شه منختول ایسور. پس نردبونای بناکار و اینا که اکثر کارهایی که انجام باش میدن ملخت ایسوره، کار ممنوعه، اینا مخصه است. ولی نردبونای تو خونه که میرن مثلا بالا کشو بالا کابینت چیز بیارن، اینا مخصه نیست. درست؟ خب تروف و دارو برای آدم سالم مخصه است، اما آدم سالم میتونه دارو و برای فرد بیمار بیاره و مخصه نی. ببینید دارو خوردن، بذارید این بحث رو اصلا توضیح بدیم. دارو خوردن تو شبات، استفاده از دارو برای کسی که سالمه مجاز نیست. اینا خخامیم اصول کردن که مبادا یه که بیاد شقیقت سممانیم بکنه، یعنی بیاد تو شبات دارو درست کنه. بنابراین استفاده از دارو مجاز نیست، مگر اینکه اون دارو قبل از شبات شروع کرده باشه که بخوره. مثلا فرض کنید یکی سرما خورده، قبل از شبات داره دارو میخوره، تو شبات هم میتونه اونو ادامه بده. یا فرض کنید اگه داروه را قطع بکنه تو شبات، باعث میشه که اون بیماریش برگرده، یا دور از جون مثلا عفونت آنتیبیوتیک میخوره، اگه آنتیبیوتیکش را قطع کنه دور از جون عفونت برمیگرده. اینا مجازن تو شبات دارو بخورن. پس کسی که دارو قبل شبات شروع کرده، یا کسی که دور از جون عفونت تب داره و خطرناکه اگه استفاده نکنه، اینا مجازن که تو شبات دارو استفاده بکنن. خب انسولین مثلا اینا که قند دارن که انسولین میزنن، اگه بتونن شب یک شبات بزنن، بعد شب یک شبات بزنن. خب هر روز بعضی هستن انسولین میزنن دیگه، سعی کنه مثلا نزدیک شبات بزنه عصر جمعه، بعد اون یکی ها شبه یه شبات بزنه، مگر اینکه خب خطرناک بشه و ممکنه خطر پیش بیاد که خود شبات هم میزنه اگه خطر ممکنه پیش بیاد. درسته؟ حالا خوردن قرص ویتامین برای همه تو شبات مجازه. مثلا شما قرص ویتامین سنتروم بخورید، خب سنتروم قرص ویتامینه دیگه، اینا رو میشه تو شبات خورد، حتی آدم سالم. یا مثلا دیسه میشه خورد. قرصای ویتامینا تو شبات حتی آدمای سالم میتونن بخورن از اصل قانون. میدد خسی دوست نمیخورن، ولی از اصل قانون مجاز. درنجه تو شبات مخصنی میتونید شما جا به جا بکنید. درسته؟ خب آیا میشقالوت، میشقالوت یعنی وزنه، وزنه زدن تو شبات مجازه یا نه؟ فرض کنید آقای نیشا بالازاده تو شبات میخوان بیان وزنه بزنن، حالا هیچ وقت تو هفته نمیزنن، تو شبات یادشون میفته بیان تو خونه وزنه بزنن، میشه وزنه زد تو شبات یا این ورزش ها را کرد؟ طبق نظر راشی نباید این وزنه ها را جا به جا کرد. خب طبق نظر راشی نمیشه، ولی طبق نظر هارامبام که مارانشون خانوخن طبق ایشون فتوا دادن، به شرط این باشه که عرق نکنه مجازه. پس طبق نظر راشی که جزء یکی از بزرگترینی شونی من، این وزنه ها، وزنه زدن تو شبات مخصص، نباید جا به جاش کرد. ولی طبق نظر هارامبام که مارانشون خانورخم که ما طبق ماران همیشه رفتار میکنیم، طبق این بزرگوار فتوا دادن، گفتن به شرط این باشه که عرق نکنه مجازه. پس آقای نیشا خواستید وزنه بزنید تو شبات مجازه، ولی به شرط این که به نیت عرق کردن نباشه، یعنی همینجور وزنه بزنید نه به نیت عرق کردن، این مجازه. خب ولی بازم کسی که سخت بگیره تابو آلاف براخا، بر اون براخا میاد. اینا دیگه تو گمارا گفتن دیگه، گزرای خخامیمه. خخامیم گفتن اگه به نیت عرق کردن باشه، این تو شبات مجاز نیست. خب بفرمایید آقای نیشا. سلام علیکم. بله بله. میلان نیست خود به خود طرف قانونی وزن زدن عرق میکنه، این ما نیست میلان خود به خود میکنه، اوکیه. نیت ما اون نباشه، مثلا نیتتون نباشه آقای نیشا لاغر کنید، نیتتون نباشه که اینا رو بزنید مثلا عرق کنید چربیاتون آب بشه، به این نیت نباشه. درسته آقای نیشا؟
ولی اگر اینجور کیفی میخواید وزنه بزنید طبق هارامبامشون خانارخ مجازه، ولی کسی که سخت بگیره تا با علاو براخا بر اون براخا میاد، کسی سخت بگیره این ورزش ها را تو شب باش نکنه. درست؟ بریم ادامه. بله، جا کلیدی ماشین، کلید ماشین که دزگیر داره و باتری داره، خب واضحه که تو شبات مخصص. وسیله‌ای که باش چاقو تیز میکنن، خب وسیله‌ای که چاقو باش تیز میکنن تو شبات مخصص شمرختول ایسوره. چاقو تیز کن یا سنگایی که چاقو باش تیز میکنن کلی شمرختول ایسوره و فقط برای احتیاج مکانشون یا گوفشون میشه تو شبات بیایم و جا به جا بکنیم. قفصت سیگاریوت، جعب سیگار، جعب سیگار هم تو شبات مخصص دیگه، آسونه که تو شبات بیاییم و جا به جاش بکنیم. دویدن تو شبات، ریمی ابراهام عزیز، دویدن تو شبات از جنبه این خخامیم آسونش کردن که باید روز شبات با روز هفته فرق داشته باشه، از این نظر خخامیم آسونش کردن، کاری به عرق کردن نداره و برای احتیاج میسوا میشه تو شبات دوید. مثلا شما میخواد زود بدوید که به شیعور برسید، به داراش برسید یا به تفیلا برسید، این تو شبات مجازه و مانعی نداره، برای احتیاج میسوا میشه تو شبات. خب بریم ادامه. رو تایی باسیس لدوار هاسور، ما یه کلالی داریم، هر چیزی که پایه باشه برای یه چیز مخصه همون مخصه بر اون قرار میگیره. مثلا فرض کنید آقای دیشا میاد رو تو بالشتش پولش رو قایم میکنه، بالش که مخصه نیست، حالا روز جمعه آقای نیشا اومدن روز جمعه این دلارا و پولاشون رو تو بالشته قایم کردن، پنهان کردن. خب حالا این بالشته چون که تو بنهشما شد، چون که در بنهشما شد، یعنی اون 20 دقیقه یا 13 و نیم دقیقه که بین غروب آفتاب و طلوع ستارگان شب شبات، چون تو اون موقع این پوله داخل بالشت آقای نیشا بوده، با وجود این که روز شبات یکی میاد مثلا حالا به اشتباه یا کینه خریاد این پوله رو از بالشت بیرون میاره، خب با این وجود هنوز بالشت مقصص، به این میگن باسیس لدوار هاسور. پس یه بار دیگه ببینید، چیزی که مخصنی مثلا بالشت، اگه یکی بیاد چیز مخصه یا روی اون بذاره قبل از شبات، ببینید دقت کنید قبل از شبات، خب قبل از شبات اگه بیاد داخل اون بذاره و تو شبات تو بنهش ماشوت شبات اون در اون چیز مخصه بر روی اون قرار داشته باشه، اون چیزی که مخصه نبوده کل شبات مخصه میشه. به عنوان مثال مثلا آقای نیشا اومدن پولاشون رو تو بالشتشون روز جمعه پنهان کردن، خب تو بین هشما شد هم بوده، شبات الان این بالشته مخصص، مخصص منختوها، مخصص مخمد گوفوه، یعنی پول که مخصص مخمد گوفوه که جلسه پیش خوندیم، بالشته هم همون مخصص را میشه. البته این مهمه که توسط خود صاحبش گذاشته شده باشه، مثلا خود آقای نیشا که صاحب این دلاران اگه گذاشتن تو بالشته و تو بن هشما شد بود این بالشته مخصه میشه. ولی اگه فرض کنید یه بچه‌ای، خب یه بچه‌ای اومد مثلا پوله را گذاشت رو بالشته آقای نیشا، این بالشته مخصه نشده چون با دعت نبوده، با فکر نبوده، با نیت صاحب اون نبوده که این اتفاق افتاده. یا اگه روز شبات گذاشت، مثلا روز شبات یه بچه‌ای اومد پول گذاشت رو بالش، این بالشته باسیس لدوار هاسور نشده، ما میتونیم کجش کنیم بالشته را که پوله بیفته، یا با مثلا آرنج دست چپمون بزنیم که پوله از رو بالشته بیفته و از اون بالشته استفاده کنیم. به این چی میگن؟ به این میگن باسیس لدوار هاسور، یعنی پایه شدن، پایه به عنوان یه پایه برای چیزی که آسوره که تو شبات ما نمیتونیم از اون بیایم و استفاده بکنیم. خب اگه یه چیز پایه لدوار هاسور باشه ولی علاوه بر اون یه چیز مجازم بر اون باشه که ارزش بیشتری داره، برای ما مهمتره، باسیس لدوار هاسور نشده. مثلا فرض کنید یه کشویه که داخل این کشو
قیچی هست، پول هست تو این کشوه. خب واضحه که ما این کشوه رو نمیتونیم تو شبات بازش کنیم، چون با باز کردنش داریم این مخزه ها رو حرکت میدیم. ولی اگه تو همون کشوه مثلا نونم هست، یا تو همون کشوه ایتسه مجاز بگید مثلا میوه‌م هست و اونا برامون مهمترن، خب واضحه که نون مهمتره برامون دیگه. در این حالت اون کشوه با سیس لداوار حاصور نشده. یه مثال دیگه، مثلا فرض کنید تو یخچال، یخچال رو دیدید که کشو داره، تو اون کشو حبوبات خامه. حبوبات خام اگه یادتون باشه گفتیم چون قابل خوردن نیستن مخزن خمر گوفو هن، درست؟ حالا تو همون کشو میوه هم هست، ما میتونیم این کشو رو بکشیم بیرون، چون اون میوه برامون الان ارزش و اهمیت بیشتری داره نسبت به اون حبوبات خام، بنابراین میتونیم و به این شکل اون کشو رو بیایم و بازش بکنیم. میبخش بفهمید؟ بله. مثلا کشاقی نیست توالت، اگه که داخلش پول باشه، که مال پول داخلش باشه، بعد در داخل همون کشاقی هم ما کیسه روش رو بذاریم و بخوایم شباتون کیسه روش رو استفاده بکنیم، میتونیم کشاقی رو باز کنیم؟ بله دقیقا، چون که برامون الان مهمتره، الان اون کلاهه برامون ارزش بیشتری نسبت به اون پول داره، میتونیم بله اون کشوه را، اون کشو میگن که اون کشوه را باز بکنیم، مانعی نداره. بله بله زنده باشید. خب یه پتوهای پتو برقیه، خب پتوی برقی مخصوصا روزای زمستون استفاده میشه، میزنن تو برق قبل شبات، قبل از شبات، خب و این پتوی گرمه، مثل حالت کرسیه. خب آیا میشه از این پتوها تو شبات استفاده کرد در صورت که قبل از شبات روشنش کردیم؟ بله، این با سیس لداوار حاصور نشده، درست؟ پس استفاده کردن تو شبات از پتوی برقی به شرط این که قبل از شبات به برق وصل شده، این مجازه و مانعی نداره. خواهی نمیگیم با سیس لداوار حاصور شده، ولی دقت کنه که قبل شبات به اون دماسنجش، اونجایی که دما رو بالا و پایین میبرن، قبل شبات یه نوشته بنویسه که امروز شباته، که نیاد یهو دمای اونا بالا ببره. ولی اگه ننوشته بودم اشکالی نداره، ولی تو شبات نمیتونیم چیزی رو بچسبونیم. مثلا شما تو چسبوندن چیزی تو شبات مجاز نی، نمیتونید یه کاغذو بچسبونید با مثلا با چسب نواری به یه چیزی، خب؟ ولی مثلا لباسمون که چسبیه، لباس های چسبی، مثلا لباس که به عنوان به جای دگمه چسب داره، اونا اشکالی نداره، یا کفش چسبی، اونا اوکیه. ولی چسبوندن چیزی با چسب نواری یا با چسب مایه تو شبات مجاز نیست. خب یه ساعت داریم، این ساعته هم کامپیوتریه هم ساعته، میشه تو شبات دست کرد؟ بله. چرا؟ چون اون مخشبش، میدونید مخشب به عبری میشه کامپیوتر، مخشب، چون اون مخشبش، درسته که آقا مخشب کامپیوتره، ولی ما الان ساعتش را کار داریم، بنابراین دست کردن ساعتی که کامپیوتر داریه، کامپیوتر داره، مجازه. میشه برای شبات با موبایلمون ساعت بذاریم قبل از شبات؟ ایرادی داره؟ میشه این کار انجام داد یا نمیشه؟ چه اشکالی داره؟ قبل از شبات شما میتونید موبایلتون رو آلارم بذارید که مثلا صبح ساعت 7 بیدارتون کنه که برید کنیسا، ولی نمیشه قطعش کرد، نمیشه قطع کرد، و متاسفانه این آلارما وقتی قطع نشه اینقدر رو مخه که یک ساعت فکر کنم میزنه، نه؟ آره. میشه چیکار کرد تو این حالتا؟ مثلا فرض کنید این آلارمه الان فعال شده، همه رو داره اعصاب همه رو خورد میکنه، میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم یه ظرف بیاریم روش بذاریم و چند تا پتو روش بندازیم، این کارو میشه کرد تو شبات. یا فرض کنید مثلا یه ضبطی رادیویی یه بچه اومد روشن کرد تو شبات، اگه خیلی عذاب آوره میتونیم به یه گوی بگیم که بیاد خاموش کنه، اگه عذاب آوره. مثلا فرض کنید یه بچه اومده تلویزیون رو روشن کرد تو شبات، صداش هم بلند بلند، همه دارن کلافه میشن، میشه به یه گوی بگیم که بیاد تلویزیون یا اون ضبطه رو خاموش بکنه. اما اگه نه، مثلا یه ضبطیه، یه موبایلیه، میشه روش یه ظرف بذاریم و چند تا پتو بندازیم روش، چند تا پتو بندازیم روش که صداش نیاد، میشه این کارا کرد. ببخشید، اگه مثلا با ساعت شب باتی قطع بشه،
بشه، مثلا وصل باشه به برق آشپز خونه یا جای دیگه، ولی وقتی برق میاد واسه اشرباتون هم قطع بشه، میشه بعد کلیدشو خاموش کنی وقتی برق قطع؟ آه چه سوال خوبیه، اینو الان کامل توضیح میدم. الان ساعت شباتی هم داریم بحثش رو کامل میگم خدمتتون، میشه این چیزی که شما میگید. بله البته کی نخریاد، حالا میگم خدمتتون. بله یاشار جون بفرمایید شما. روی مهیلان قسمتی که میگه ساعت هایی که مخشب داره، منظورش اپل واش نیست، چون تمام اسمارت واش های سری اپل تمامش با ژیروسکوپ و دکمه کار میده، یعنی کلا وقتی که سمت صورتتون میارین فیس آیدیش فعال. آه اگه اینجوریه نمیشه تو شبات استفاده کرد. آها مرسی که گفتید. پس اپل واچ هایی که بدون ژیروسکوپه، ولی اپل واچ تمومش ژیروسکوپ داره، تا سمت صورت میاد روش هم میشه، پس نمیشه اینا را استفاده کرد. بله این ساعت هایی که وقتی کنار صورت میارید روشن میشه. مرسی که گفتید تو داره با. پس من اپل واچ چون استفاده کردن از ازشان نمیدونستم، فکر میکردم این آخه من یه مدلشان دیدم که ساعته را همین جوری نشون میده حتی بدون دیدن صفحه. اگه اونا باشه اوکیه، ولی اگه نه چیزی که شما میفرمایید باید ببینیم که صفحش روشن بشه، واضحه که تو شبات نمیشه اینا را استفاده کرد. مرسی که گفتید کار اکاوت. حتما واجبه که اول ظرف روش بذاری. ببینید از این نظر میگم که تکون نخوره، یا بعد بهتره این کارو بکنید، ولی نه مثلا پتوه میتونید دوش بندازید. من از این نظر میگم که یهو پتوه دوگمش نخوره یا مورد میخشولای دیگه براش پیش نیاد، یه قابلمه یا یه ظرفی اول روش بذارید که فاصله داشته باشه با اون، که بعد مثلا اون پتوه و اینا باعث جابجایی اون نشه. من از این نظر میگم، یا باعث خاموش و روشن شدن صفحش نشه.